چطورید بچه ها؟ اسم من APD و خوش اومدید به یه قسمت دیگه میستی. تو این قسمت ما میریم سراغ 10 تا از نفرین شده ترین اشیایی که حتی کسایی هم که به این مسائل باور ندارن نزدیکشون نمیشن. توی سال 1836 یه قهرمانی به اسم الیاس بیکر یه عمارتی خارج شهر میخره و با خانوادهش میره اونجا زندگی کنن. یه دختر هم داشت به اسم آنا که توی همون روستایی که بودن عاشق یه آهنگر میشه، ولی بابای آنا دوست نداشت که دخترش با یه آهنگر قرار بذاره و با این حال دختره به قرارش ادامه میداد و یه روزن تصمیم میگیرن مخفیانه ازدواج کنن. باباش میفهمه و میره اون آهنگری که پسر توش کار میکرد و کلا میخره که اینا مجبورشن کلا از این شهر روستا برن. آنا از این مسئله خیلی ناراحت میشه و میره خودش توی اتاق حبس میکنه و تا آخر عمرش با هیچ کس ازدواج نمیکنه. بعد از اینکه میمیره مثل اینکه خشمش به اون لباس عروس انتقال پیدا کرده. از اون تاریخ بعد که آنا میمیره تمام صاحبای بعدی اونجا گزارش دادن که این لباس، چون اون زمان اینطوری بوده که شما وقتی یه خونه رو میگرفتی وسایلی هم اونجا بودن، حالا یه سری مینداختن میرفته یه سری کاری نداشتن، که این لباس عروس آنا جز به اون وسایلی بوده که اینا کاری باش نداشتن. با این حال میدیدن که این لباس بدون اینکه اصلا کسی جابجاش کنه بهش دست بزنه توی خونه هر بار یه جای ظاهر میشد و بعضی وقتا هم گفتن که روح آنا رو که در حالی که این لباس تنشه میدیدن که داره توی عمارت حرکت میکنه. شیء بعدی لیست ما تابلوی دسته. یه تابلوی توسط یه فردی به اسم استونهم کشیده میشه با هدف نمایش دری به این دنیا، به دنیای مردگان. خریدارش گفته بود که میبینه که آدمای توی این نقاشی حرکت میکنن و شبا هم ناپدید میشن. توی تابلو ما یه پسر بچه رو میبینیم که خیلی ناراحته. خود این استونهم گفته این بچگیای منه. یه عروسه که خیلی عجیبم با چشمای عجیب‌تر بغلش و یه سری دستایی هم که خیلی نافرمن دارن به سمتش میان. داستان اونجای عجیب میشه که سه نفری که این تابلو رو خریده بودن دقیقاً به ترتیب و پشت سر هم به طرز عجیب و مشکوکی میمیرن. از اون بعد دیگه این تابلو از دست از خارج شد تا 15 سال پیش که دوباره اومد برای فروش. یه نفر پیدا میشه این تابلو رو بخره. فروشنده برمیگرده بهش میگه که این تابلو نفرین شده است. اون بچهای توی نقاشی شبا اومدن بیرون و بچه‌هاشو ترسوندن. ولی با این حال طرف گوش نمیده و میخره. حالا اینکه تا به امروز طرف زنده است یا نه معلوم نیست. بعدی درباره شماره تماس نفرین شده است. درسته که شماره تماس جزء اشیا حساب نمیشه و یک شیء نیست، ولی خب نفرین شده بودن فقط به اشیا ختم نمیشه. یه شماره تلفنی بود توی بلغارستان که 10 سال مورد استفاده قرار گرفت، بعدم حذفش کردن. دلیلش هم این بود که سه نفر که پشت سر هم این سیم کارتو خریده بودن به طرز عجیبی میمردن، اونم نه با فاصله طولانی. هر وقت یکی میخریدش مدت کوتاهی بعدش میمرد، نفر بعدی دوباره اونم به مدت کوتاهی بعدش میمرد. شرکت کلا خطو حذف میکنه، دلیلش هم نمیگه چرا. دلیلش خب مشخصه دیگه. شی بعدی صندلیای قلعه است. توی سال 1891 توی منطقه قشلاقی شروع میکنن به ساخت یه قلعه. تموم میشه و این سالن البته الان دیگه مورد استفاده قرار نمیگیره. این قلعه و بیشتر حالت موزه مانند داره. توش هم یه اتاق رقصه که میگن صندلیایی که توی این سالن هست همشون نفرین شدن. پلیسا و بازدیدکننده‌ای که رفتن اونجا میگن که وقتی نزدیک این صندلیا میشن احساس سرما و حس بدی بهشون دست میده و بعضیشون هم گفتن که یه نیروی اونا رو به سمت صندلی میکشونه. بعدی درباره یه نقاشیه که اسمی نداره، ما بهش میگیم مرد ناراحت. تابلویی که معلوم نیست توسط کی و کی کشیده شده. شایعه شده میگن نقاش این خون خودشو با جوهر قاطی کرد و اینه کشیده و بعد از اینکه تموم شده خودکشی کرده. یه روز این تابلو توسط یه دوست خانوادگی یه فردی بهش کادو داده میشه. اینم با اولین نگاه بهش متوجه میشه که یه مشکلی داره. این قهرمان تابلو رو یه مدت نگه میداره و بعدش میدتش به نوش که تا به امروز هم دستش مونده. وقتی این تابلو رو میزنه به دیوار صدای جیغ و فریاد ازش میشنوه و در اون اتاقی که این تابلو توشه خود به خود باز و بسته میشه. یه کانال یوتیوب هم داره همین یارو نوش که فیلمایی که از این تابلو شبا گرفته با دوربین مخفی و اونجا آپلود میکنه. الان اسم کانالش یادم نیست، ولی یادمون حتما توی کامنت ها براتون مینویسم که برید ببینید. بعدی چیزیه که ما 100% میدونیم نفرین شده است، آینه سیاه. بین سال 1820 تا 1830 تاریخ دقیقش مشخص نیست، یه آینه ساخته میشه و توسط یه فردی توی مزایده خریداری میشه که الان هم این آینه توی موزه اشیاء ماورا طبیعه نگهداری میشه. این قهرمان وقتی میره آینه رو تحویل موزه میده بهشون میگه که این آینه اصلا عادی نیست و هر وقت توشو نگاه میکنه محیط پشت سرش به ترسناکترین و داغونترین حالت دیده میشه. خود کارکنان این موزه هم نه تنها این مسئله رو تایید میکنن، بلکه حتی میگفتن خودشون وقتی توشو نگاه میکردن جنازه خودشونو میدیدن نه خود واقعیشونو. بعد یه لیست ما یه مجسمه است به اسم نیک پیر. این یه مجسمه از شیطانه که توی سال 1890 ساخته شد و توی کلیسا قرار داده شد. اون موقع این کلیسا وسط یه شهر بزرگ بود و
برای بازسازی کلیسا سرتاسر شهر آگهی میزنن که هر کسی میخواد بره بهشت بیاد به بازسازی این کلیسا به ما کمک کنه. یه معمارم پیدا میشه که حالا زیاد میونه خوبی با کلیسا و دین و مذهب نداشته و با هدف خراب کردن کلیسا میره. کلی الوار میخره و سقف کلیسا رو خراب میکنه. این مجسمه رو میذاره روبروش و میگه که وقتی کلیسای شما خراب بشه شیطان من میخنده. چند سال بعد که جنگ جهانی میشه آلمانا حمله میکنن به این شهر و همه چیو با خاکستر یکی میکنن. ولی این مجسمه به طرز عجیبی دست نخورده و سالم باقی میمونه. تا این مدت طولانی خبری از این مجسمه نبود تا اینکه بالاخره چند وقت پیش پیداش میکنن، میبرنش توی بالاترین طبقه یه ساختمان بذارن. ولی موزه میاد ورش میداره و میبرتش داخل یه شیشه، اونجا ازش نگهداری میکنه که نه به کسی آسیب برسونه نه کسی به این. بعدی بازم درباره یه نقاشی نفرین شده دیگه است. یه قهرمانی توی سال 1746 به دنیا میاد و تصمیم میگیره بره فرمانده بشه که همینطور هم میشه و نقش خیلی مهمی توی جنگ آمریکا ایفا میکنه. قبل از اینکه بمیره توی تگزاس یه نقاشی ازش میکشن و میذارنش توی یکی از هتل‌های آمریکا که معروف به تسخیر شده ترین هتل دنیا. این نقاشی رو برمی‌دارن میبرن انتهای راهروی یکی از طبقات این هتل نصب می‌کنن. مهمونای اون هتل گزارش شدن وقتی حرکت می‌کنن چشمای نقاشی هم دنبالشون می‌کنه و وقتی نزدیکش میشن احساس سرما و حس بدی بهشون دست میده. اونایی هم که سعی کردن با گوشی یا دوربین با هر چی ازش عکس بگیرن صورتش تار و سیاه گرفته میشه و دلیلش معلوم نیست. شیء بعدی لیست ما الماس کوه نوره. درسته، همون الماس معروف. نه تنها معروفه بلکه یه نفرین خیلی بدی هم روش هست که فقط روی مردا اثر داره. هر کسی که این الماس رو داشته کلی ثروت و بدبختی و بدشانسی گیرش اومده. فقط زنا و خدایان میتونن این الماس رو داشته باشن و هر شاهزاده‌ای که اینو داشته یا جونش رو از دست داده یا تمام داراییشو. ماشین جیمز دین. یه بازیگر معروف توی سال 1955 یه ماشین میخره و با همونم تصادف میکنه میمیره. میگن این شروع این نفرین بود. بعد از اینکه میمیره یکی از طرفداراش میاد این ماشین رو میخره و تصمیم میگیره قطعاتش رو جدا کنه و به بقیه طرفداراش اهدا کنه. در حالی که داشتن قطعات این ماشین رو توی مکانیکی باز میکردن میفته روی مکانیکی و طرف له میشه میمیره. البته این بازم پایان کار نبود و هر کسی که این قطعاتو خریده توی تصادف مرده. کلا ماشین خیلی نحسی بوده. خیلی خوب بچه‌ها، اینم از پایان ویدیو امروز. امیدوارم که خوشتون اومده باشه. اگر دوست داشتید بگید که سراغ اشیاء نفرین شده دیگه هم بریم چون خیلی زیادن. من فقط امروز چند تاشو آوردم که باهاشون آشنا بشیم. لایک، کامنت، سابسکرایب یادتون نره. مثل همیشه اگر موجودی هست که می‌خواد دربارش بدونید یا می‌دونید و می‌خواید بیشتر بدونید توی کامنت‌ها برام بنویسید که بریم سراغش. تا ویدیوی بعدی به هر شیئی دست نزنید.